بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و احترامات قلبی خود خدمت تک تک بیننده ها، جوان ها و علاقمند های هنر تقدیم میکنم. امیدوار هستم وقتی که برنامه را میبینین از محتویات برنامه لذت ببرین و در یک فضای یک حالت هنری داشته باشین که مسائل خوبتر بگیرین و از او به دانش شما دوستای عزیز افزوده شود. شما میفهمین که در جامعه که ما زندگی میکنیم بعضی کلمات هستن که به مراتب استفاده شدن ولی تا هنوز معنای اصطلاحیش میفهمیم ولی خود معنای واژه را یک کم آشنایی به او کمتر داریم. از او کلمات یکی هم مسئله هنر است. شما میبینید که در رسانه ها همیشه صحبت میشه هنرمند، هنرپیشه، آثار هنری و امثال از این مسائل دیگه. خواستیم صحبت ها را بسیار از موشگافانه و هنرمندانه آغاز بکنیم. خود کلمه هنر یک کلمه است که اصلا از زبان سانسکریت بالاخره آمده به هنر. اصلا کلمه هنر نبوده. شما میبینید کلمه در زبان سانسکریت به نام سو نرا یا سونر بوده. که از دو کلمه تشکیل شده بود. یکی کلمه سو و یکی کلمه نرا یا نه. سو نر. سو شما میتونید در منابع مختلف ایره ریسرچ کنین ببینین و چه قسمی که ما ریسرچ کردیم و تحقیقات کردیم دیدیم سو به معنای نیکی، 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 نیکویی، فرزانگی، شایستگی کلمه سو و نره به معنای مرد و زن یا نه به معنای ازی که یعنی انسانهای نیک، انسانهای فرزانه و شایسته. ولی در طول تاریخ قسمی که در اکثر واژه ها شاهد هستیم در طول تاریخ واژه ها آهسته آهسته تغییر میکنن. بعدن بعد از گذشت مدت ها کلمه سونه در زمان پهلوی یا میانه فارسی که میگن تبدیل شد به کلمه سین، همین کلمه سو تبدیل شد به کلمه ه. خب سونه را این شد چی شد؟ سو به عوض سو آمد ه، این شد هنر. درست؟ هنر در معنای اصطلاحی و در نظر به گذشته تاریخی که کلمه داشته به معنای انسان‌های فرزانه، انسان‌های شایسته، انسان‌هایی که کمالگرا هستند، انسان‌هایی که معناگرا هستند. امیدوار هستم تا اینجا از خود کلمه واژه هنر حداقل یک تعریف، یک موشگافی بسیار کوچک کرده باشیم، چون بیشتر کلمات ما حول هنر که می چرخه کلمات، کتاب ها، بحث ها در معنای اصطلاحی هنر است. در معنای لغوی هنر چندان بحث های بیشتر صورت نمی گیرم. از این لحاظ مثلا خواستم که اگه یادآوری بکنم هنر یعنی انسان های شایسته کمالگرا. آمدیم سر بحث بعدی. از این هنر یک بخش بسیار بزرگ، یک بحر بسیار بزرگ با ابعاد بسیار بزرگ. از این لحاظ وقتی میاییم میخواییم که هنر تعریف بکنیم باز با بعض مشکلات برمیخوریم. مشکلات به این مفهوم چون ابعاد اصطلاحی کلمه هنر بسیار بزرگ است. از این لحاظ ما نمیتونیم که در یک تعریف که در چند جمله باشه همه ابعاد بگنجانیم. از این لحاظ نیاز داریم که چند تعریف داشته باشیم. مثلا تعریف اول، دوم، سوم و چهارم. و هر تعریفی که از اینا برمی آید یک سلسله فلاسفه ها، دانشمندا و حکما نظریات دادن که در طول تاریخ اندیشه تکاملی انسان رشد کرده و بالاخره به اون نظریات رسیدن. ابتدایی ترین تعریفی که از هنر میتونیم داشته باشیم این است که افلاطون در موردش صحبت میکنه، میگه هنر بسیار مختصر میخواییم براتون بگویم عبارت از محاکات است. محاکات یعنی حکایتگری. درست؟ ببینید ما واژه نزدیک به محاکات داریم مثلا تمثیل. هنرپیشه ها را میگه ممثل. درست؟ یعنی چیزهایی در واقعیت وجود داشته. این چیزها میتونه که در طبیعت وجود داشته باشه. این چیزها میتونه انسانهایی در اجتماع بوده باشه. وقتی از او انسانها از او طبیعت کپی میکنیم میایم تمثیل میکنیم یا حکایت میکنیم، روایت میکنیم، اینجا میشه محاکات یا حکایتگویی. یک تعریف بسیار ابتدایی
نسبتاً اگر بگویم خشک‌تر و نسبتاً با چندان بودهای ابعاد مختلف هنر داره آمیخته نشده. در محاکات میگن که، ولی در محاکات هم بازده بحث دیگه داریم. البته یک بحث دیگه هست که هنر و زیبایی سوره باز بعدن میگیم که زیبایی چی ربط با هنر داره. چون هر جایی که از هنر صحبت میکنیم زیبایی خود به خود در پهلوی از او حتمی و لازمی است. روایتگری از طبیعت به دو شکل است. طبیعت در خود دو مورد داره. یک موردی از این است که هنر یا زیبایی به اصطلاح انگلیسی ریدی مید است. ریدی مید زیبایی هایی است که از قبل تر طبیعت وجود می داشته باشه. درست؟ چیزی نیست که هنرمند او را خلق بکنه. از قبل در طبیعت وجود می داشته باشه. از این لحاظ صرف هنرمند به یک دیدگاهی نیاز داره که با یک دیدگاه هنرمندانه به طبیعت بره و زیبایی ها را شکار بکنه و بعد از او بیای او را روایت بکنه. این یک بخش محاکات. و بخش دیگه از زیبایی ها ای است، آثار هنری، که هنرمند می خواهد بره در جامعه از تجربیات خود بگیره و با خلاقیت خودش ایجاد بکنه. یک دو بخشی بود که بسیار مختصر صحبت کردیم و ادامه میدیم. بخش دیگه هنری است. یک بخش گفتیم که محاکات بود که مرتبط میشه با این که آثار هنری در طبیعت وجود میداشته باشه یا هنرمند میره در اجتماع او آثار رو میبینه و بعد روایت میکنه. یک بخش دیگه هنر که در تعریف دومی گفتن هنر بازگو کننده هست. بازگو کننده یا ریپرزنت، یعنی دوباره میخواین او رو پیشکش بکنیم. در تعریف از این دانشمندان میگن که هنرمند میره بر اجتماع، مسائل میگیره از اجتماع، صرف روایت نمیکنه، صرف بخش محاکات نیست. در این بخش هنرمند موارد را از اجتماع میگیره، با دانش، با احساسات، با عواطف خود او را میامیزانه و بعدا دوباره پس ارائه میکنه. فرض میکنیم در اجتماعات شما میبینید، بخصوص در عرصه نقاشی، بخصوص در عرصه هنر سینما و در هنرهای مختلف، بخصوص هنرهای تجسمی، شما میبینید یک منظره بسیار زیبا هست ولی لایت های روزانه به اون تغییر میکنه. مثلا بحث امپرسیونیزم اگر بگوییم در هنر نقاشی، درست؟ محاکات به شکلی بود که میرفتن، اگر ما از وقتی که کمره در هنر برآمد، اختراع صنعتی شد، اینجا باز نقش نقاش ها یک کمک آمده با مشکل مواجه شدن. به این مشکل مواجه شدن که یک هنرمند نقاش هر قدر ظریف کاری میکرد، باز هم او قابلیتی که کمره عکاسی داشت به او قابلیت نمیرسید، چون عین چیزی که در طبیعت بود امور میگرفت و بسیار خوبی پس انعکاس میداد، درست؟ ولی نقاش ها در اینجا باز بحث دیگه را مطرح کردن به نام امپرسیونیزم. امپرسیونیزم این بود که نقاش ها میرفتن به اصطلاح کادرهای را یا زیبایی های را از طبیعت میگرفتن، بازده او در عرصه لایتینگش، در عرصه نحوه نقاشی، در او باز احساسات خودم با او در عرصه رنگ ها، در عرصه ترکیبات که داشت می آموختن و اینجا بود که باز نسبت عکاسی نتونست با احساسات هنرمندانه به اصطلاح مقابله بکنه. در عرصه بازگویی یا رپرزنتیشن یا رپرزنت قسمی که هنر و مسائل طبیعی رو دوباره میخوای بازگو بکنه، فرض میکنیم در عرصه هنر سینما، در عرصه داستان، در عرصه ناول، شما داستان هایی رو میخوانیم، سرگذشت های انسان ها هستن. وقتی اینا رو به دست یک هنرمند میرسه، هنرمند در این تعلیقات ایجاد میکنه، هنرمند در این نواوری هایی میکنه که این نواوری ها بسیار یک زیبایی خاصی میبخشه. اینجا چی هست که واقعیت ها رو از اجتماع میگیره، با احساسات، با عواطف میآمیزانه و دوباره پس پیشکش میکنه. در بخش سیومش، تعریف سیومی که دادن این است، میگن که در بخش سیوم هنر یک چیز است که بعض اوقات هنر به انسان، به انسان هنرمند احساسات را میده که او خارج از این قفس هستی است. فرض میکنیم اشعار مولانا را اگر ببینیم، مثلا اشعار حافظ اگر ببینیم، اونا میگن که این جهان و ما یک قفس هستیم، جای ما این قفس نیست، از اینجا باید متعالی تر بریم. در اینجاست که هنر تعریف دیگه از خود میگیره. میگه هنر چیزیست با چیزهای اشاره میکنه، چیزهایی را بازگو میکنه که در طبیعت روح متعالی انسان به او دسترسی نداره.
به این خاطر هنرمند میگه که خب اینی زیبایی های هست که در اینجا نیست. مثل که حافظ میگن که چند روز قفس ساختن است، تنم از بدنم ات یک شعر است. و یا مولانا میگه که بشنوازنه چون حکایت میکند، میخواه یک روز روح برسه به جانان، وصل شود به اصل مبدعش، و در اونجا این جهانی که با این پهنایش یک قفس شده بر روح، از این قفس رهایی پیدا کنه. این میشه هنر متعالی و پالایش دهنده روح و روان انسان ها. خب این صحبت های بسیار مقدماتی بود در مورد هنر که در اصطلاح و مفهوم هنر تا حد صحبت ها را شریک ساختیم. یک بخش دیگه هنر مربوط به تاریخ هنر میشه. تاریخ هنر برمیگرده به آثاری که تقریبا بیشتر از 10,000 سال قبل از میلاد، وقتی که مورخین و محققین رفتن به مغاره های کوه، در کنار مغاره های کوه اینا رسامی های را دیدن از انسان هایی که در عصر پارینه سنگی زندگی میکردن که به هزارها سال قبل از میلاد بود. اینا وقتی که تحقیق کردن دیدن در کنار مغاره های کوه عکس های رسامی شده با استفاده از رنگ گل و اینا هم وسایل ابتدایی که در او عصر داشتن. و قسمی که میفهمیم شیوه زندگی در او عصری بود که با شکار تغذیه میکردن، چیزایی بود که قابل این بود که شکار بکنن و از تغذیه بکنن. این عکس ها رو در کنار مغاره های کوه دیدن. وقتی در کنار مغاره های کوه دیدن به این نتیجه رسیدن که انسان های کمون اولیه، حتی ما قبل از تاریخ، حتی 10,000 سال قبل از میلاد، اینا رسامی ها رو در کنار کوه میکشیدن. و بعدا باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که میتونه دو فلسفه داشته باشه رسامی ها در کنار کوه ها. یک فلسفه ای داشت که اینا شکار خود تمرین میکردن، مثلا نقاشی های آهوها را در کنار کوه ها وقتی که میدیدن با سنگ میزدن، میخواستن هم شکار خودم اصطلاح عام و شما پخته بسازن. و یکی بخش دیگه شی بود که میگفتن که به این عقیده بود، چون در اون زمان جادو و جادوگری و سحر و این مسائل هم گفتن که اعتقادات وجود داشتن، به این مدن که اگر ما چنین رسامی هایی را بکنیم، احتمال یکی از نظریه هایی بود که ما میتونیم با چنین حیواناتی که در این گوشه و کنار رسم کردیم میتونیم با آسانی دسترسی پیدا کنیم و اینا رو شکار بکنیم. این دو مسئله بوده. خب تاریخ هنر از اینجا آغاز میشه و باز میره به مراحل بعدیش میرسه که هنر مکتب های هنری ایجاد میشه. من نمیخوام بسیار سر دیتیلش برم، چون اصل هدفی که ما داریم میخوایم سرش صحبت بکنیم البته هنر سینما هستن، نظر به رشته مکتب، نظر به تخصص تحصیلی مکتب. ولی خوب است که کمی ابعاد بیشتر هنر را ببینیم، چون تا وقتی که هنر را نفهمیم که هنر چیست، هنرمند کیست و هنر حاوی کدام محتویات است، بعقیده ما البته نمیتونیم مستقیم سر بحثا بریم. به این خاطر من خواستم یک کمک یک روشنی بندازم که ما بفهمیم که هنر از کجا آمده و هنر چیست. یک بحث بسیار بزرگ است. در بخش هنر چیست ما میخواییم یک رفرنس بدم که اگر جوانان علاقمند بودن میتونن کتاب تولستوی بخونن. هنر چیست بسیار یکی از اثرهای بسیار خوب است و میتونن که معلومات بیشتر بگیرن. ولی در بحث ابتدایی همین 3-4 مورد را اشاره کردم که هنر محاکات از رپرزنتیشن است که دوباره میخواین بازگو بکنن، و یا هنر است که در او احساسات و عواطف خود میخواین بازگو بکنن، یا هنر است که احساس متعالی و پالایش روحی است به انسان ها. این مسائل است. آمدیم در عرصه بعد از اینکه نگاه مختصر به هنر داشتیم، از فراموش نکنم میایم در عرصه زیبایی. زیبایی یکی از بحث های بسیار بزرگ در عرصه هنر و فلسفه است. در عرصه هنر بحث زیبایی به این است که هنر در مجموع تعهدش به زیبایی است. حالا یک مطرح دیگه هم میان بحث میاد که بعضی چیزا هستن به عنوان فضیلت، به عنوان نکات متعالی که وابسته هستن به کلمات دیگه کور تعبیر میکنن، و بعضی چیزا هستن که در ذات خود وابستگی ندارن، میتونن خودشان بیانگو باشن.